به حوزه کشور با استفاده از این فرصت سوالات خود از جناب آقای فرهنگ مطرح کنین. ما نخستین پرسش خود از آقای فرهنگ قسم مطرح میکنم که متاسفانه روز به روز وضع امنیتی در افغانستان رو به خرابی نهاده و حادثه سر حادثه هنوز یک حادثه خون شهیدانش نخشکیده که حادثه دیگر به وقوع میپیونده. حادثه تازه ترین حادثه، حادثه خونبار عمله بر مستوفیت مزار شریف بود که هم باعث قتل تعداد زیادی از هموطنان عزیز ما شد. دکتر صاحب گرامی، شما که در داخل افغانستان سالهای فراوان حضور داشتین، عوامل اساسی ای بی امنیتی شدید چطور خلاصه میکنین؟ در کجا میبینین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تجدید احترامات باید به عرض برسانم که من شخصا خودم کدام متخصص یا کارشناس مسائل امنیتی و دفاعی کشور نیستم. ما هم به عرض یک شهروند نظریاتی که دارم میخوایم با شما شریک بسازم. بفرمایید. من فکر میکنم که عوامل داخلی و خارجی در خرابی وضع امنیتی افغانستان نقش اساسی داره و یه حتی یه طور یک نقشه که روز به روزی بی امنیتی یه وضع از اینکه بهبود پیدا کنه خرابتر میشه. بله. و ما و شما دیروز شاهد حمله بر مستوفیت ننگرهار بودیم، چند روز قبل حمله ای که بالای یک تعداد از ژورنالیست ها شد، متاسفانه 9 نفر به شهادت رسیدن و به این ترتیب در دیگر ولایات و در جای افغانستان. بنابراین اگر از نگاه داخلی ببینیم، بله، یک اندازه زیادی از این همون کوتاهی و نارسایی داشت و نارسایی خود ارگان‌های امنیتی نشان میده. ما میبینیم که در تکنیک و تکنیک حملات انتحاری از طرف تروریست ها مساوی است که آیا او طالب است یا داعش است یا هر کسی که است، در تکنیکشان کدام تغییری بسیار کلان نمی آید. اونم ترتیب می آیند در یک جایی که هدفشان است، اونجا یک انتحاری دادن دروازه انجام میتن، راه را بر خود باز میکنن، داخل میشن و در یک جای لانه میگیرن و برای یک روز یا نیم روز جنگ میکنن و یک تعداد به قتل میرسانن. یعنی نهادهای امنیتی و دفاعی ما نتانستن تا به امروز که این تخنیک برش یک راه حل پیدا کنن، برای ازی یک چاره بسنجن که این چیز رخ نده و این بسته شوه ای را، و اگر اونا یک تکتیک دیگر به کار میبرن باز برای از او هم فورا چاره سازی کنن. این یک چیز است. دوم دیگه هم شک نیست، ما حالا نمیخوایم که اشخاص معین طرف شک و تردید قرار بدم، اما دیگه که در این نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان حتی در حکومت عناصر خاص دهشت افغان ها رخ نکردن و از اونجا از بسیاری مسائل خود خبر میکنن و شاید راهنمایی های هم شدن، پول زیاد دارن، مصرف میکنن، پول میتن. این هم یک دولت از داخل مثل موریانه آره میخوره و ضعیف میسازه و در مقابل حملات اونه میبینیم که چاره نداره به جز تسلیمی. فقط یک ابلاغیه نشر میشه که ما بسیار تقویه میکنیم و این تقویه کردن کنم رای را واضح میکنه. از نگاه بین‌المللی ما با دو سمت مواجه هستیم. یکی کشورهای همسایه است، پاکستان و ایران مخصوصا دو کشور هستند که اینا در افغانستان به مرور زمان منافع بسیار کلان پیدا کردن و نمیخواهند که در افغانستان آرامش بیه. چرا آرامش در افغانستان دستی از اونها را از افغانستان کوتاه میسازه. فلحاظا این منافع روز به روز زیاد شده میره. مثلا پاکستان میاد میه که در سال 2007 بود یا 2006 فرویدون شرف و افغانستان آمد و او تقاضاهای عجیبی کرد در مجلس بسیار کلان که رئیس جمهور وقت افغانستان هم بود و وزرا و کابینه و کلی گرهی بودن. او تقاضاهای از این که باید از افغانستان سیاست خارجی خود مطابق با میل پاکستان تنظیم کنه، افغانستان باید روابط خود با هندوستان مطابق با میل پاکستان تنظیم بکنه، افغانستان باید مواد معدنی خود را مطابق با میل پاکستان مورد استفاده قرار بده، همه چیز رو برگود پاکستان داده است. و ما فکر کردیم که حالا رئیس جمهور افغانستان یک جواب در دانشکن میده، اما سکوت کرد. وقتی دیگران خواستیم
سخن بزنیم، ترجمه بده، استشاره کرد که چوب باشین صحبت نکنید و موضوع تیر شد. دلیل از این سکوت چی بود دکتر صاحب؟ چه عوامل یا چه چیزهای به این سکوت آذرین وامی داشت؟ من فکر میکنم که او اداره افغانستان به این مفکوره بود زیادتر که اگر ما با پاکستان و با طالبا بله. از راه آشتی و از راه نرمش پیش بیاییم، اونا را میتونیم که آهسته آهسته مهار کنیم و به مذاکره و میز مذاکره و به مفاهمه نزدیک بسازیم. اما این یک اشتباه بود. اونا هیچ وقت پاکستان، ما شما میفهمیم که پالیسی طویل مدت در افغانستان داره و میخواه که در این کشور یک نظام بیایه که دستنگر پاکستان باشه و پاکستان از اینجا هم مقابل هند و هم در منطقه و هم در افغانستان و همین چیزا که ما بیشتر گفتم همون اهداف را به دست بیاره. و نکته دومه که بسیار مهم است که ما شما دیدیم که یک دفعه طالبا باید از حاضر به خاطر نشن، اما طالبا روز به روز جدیتر میشن. ما شما خبر داریم که چند سال قبل 500 نفر طالب از بندیخانه اعلام کردن که نام ایران به طرف صلح، اما کلشان رفتن به میدان های جنگ. بس فلیحاظ از سیاست از رای تغییر نمی آید. ما باید سیاست خود بسیار بنیادی تغییر بتیم و یک رای را پیدا کنیم که چطور ما امنیت در افغانستان تأمین میکنیم. دکتر صاحب ببخشید، شما ما یک چی استراتژی داریم، یک تفاهم استراتژیک با امریکا، اما یک ماده از اون تا به امروز امریکا عملی نکرده. خاک افغانستان از اون طرف خط دیورن مورد حمله قرار میگیره، سکوت مطلق است. دلایلی که امریکا ایر عملی نکرده چی است؟ موضوع داخلی شما و پاکستان است. چرا آقای فرهنگ امریکا با تعهدات خود وفادار نمانده؟ من فکر میکنم که امریکا، خب به اول خیلی امریکا یک کشور است که در اونجا چندین منبع و مرکز تصمیم گیری است. یک دپارتمان دیگه از وزارت خارجه جوابی سی‌آی‌ای بله. و برای امریکایی ها پاکستان بسیار اهمیت بیشتر داره نسبت به افغانستان. تک تک ها پارچه پارچه و در داخل خود ضعیف. از اون خاطر اونا شما رویخت باشین یه خشت خام به آب مانده و تیر میشن، یه طور کدام جدی نمیگیرن. اگر شما ما باید داریم بعد از وقتی 11 سپتامبر وقتی که بوش به پاکستان افتار داد که اگر در ظرف 24 ساعت موقف معلوم نکنید تو به قرون وسطا. بله روی خط باشین شما انتظار باشین. 180 درجه تغییر کرد. اما آمیان هم یک چیز به پاکستان گفته نمیشه. پاکستان هم میدان بر خود صاف میبینه، هم از طرف انگلیس ها، هم از طرف امریکای ها و هم از طرف ناتو که اونا هم دستنگر امریکا هستن. این تمام عوامل باعث شده شده که ما داریم توی وضعیت خراب قرار بگیریم. تشکر دکتر صاحب. اجازه بدین شما امشب کمی بیننده ها هم روی خط داشته باشیم. امیدوار هستیم که بیننده های عزیز ما در رابطه با موضوع سوالات مطرح کنن. یک بیننده عزیز روی خط داریم، بفرمایید. بیننده عزیز خود معرفی کنین، سوالتان از دکتر صاحب مطرح کنین. بفرمایید شما، بفرمایید سوالتان رو مطرح کنین. سلام علیکم آقای آقا. سلام به شما، بفرمایید. به شما و بینندگانتان سلام احترام تقدیم میکنم. سلام به شما هم آقای آریان. ما تا جایی که آقای فرهنگ حرفایش شنیدم، بله، این حرفا بسیار تکراری هستن. بخواهش میکنم که امی ترها را، این یک دابتر هم هست، باید از خیلی ها کمپلیکسی فکر کنه. یک جانب میکو به جانب دیگر تایید میکنه و موضوع افغانستان این ایرانی حالا پیدا نمیکنه که شما یک جنار بکوبین و جنای دیگر مثلا براحت بتین. و یکی از معضله هایی که تایی 40 سال ما را فرا گرفته اینه می تعلیلات خیلی ها که زمانش گذشته توسط مفسرین ما در تلویزیون ها صورت می گیره. و ما خواهشمندم که بالخصوص کسایی که اهل به اصطلاح دیپلم و دکتر و یه پاستن، اینها باید سمجانبه قضایی ها را بررسی کنند و ببینند و
خب بسیار خب، شما مشخص نساختین که مثلا کدام مورد که او را دکتر صاحب جواب بده، اینطور یک کم انبان امون لحظه که شروع کده دکتر صاحب که جانبه گفت میزنه تا که من مجبور شدم برای شما تلفن کنم. و این معنای چیست که مشخص میگم برای شما، مثلا شما مثلا یک بدر تروریست میگن، ولی او کسی که بم از هوا میندازه او مجاهد چیست، او گناه نداره. فلهذا منظور معزیز که این تحلیلات هیچ گونه برای ما و آنها در این معزلی ما کمک نمی کنند. و من خواهش مندم که تحلیلات بودتر خیلی ها شما کجا تشریف دارین؟ دقیق و مجانبه باشه، بالخصوص از همچون خود تشکر. ببینید تشکر محترم، شما خود اسم خود بگوین که یک برنامه شما رو دعوت کنیم با تحلیل های شما رو بشنویم. محمد ظاهر عطل است. آقای ظاهر عطل، بله، فرانکفورت جمهوری فدرال آلمان. شما گپ می‌زنید، درست. تشکر آقای عطل، شما شماره مرا دارین، باز تماس بگیرین، شما میتونین باز نظریات خود در یک برنامه ارائه کنین. خب دکتر صاحب ادامه میدیم. ما عرض سلام آقای عطل میخوایم عرض برسانم که فکر نمی کنم که من در تمام گفتار خود از یک جناح طرفداری کرده باشم یا جناح دیگر کوبیده باشم. من عوامل داخلی و خارجی به شمول تمام جناحایی که در افغانستان هستن، چی طالب، چی القاعده، چی حکومت، کلگی گفتم که در ایتور یک بیامنیتی کوتاه آمدن و طوری که لازم است اینا مسئولیت به عهده دارن، اما این مسئولیت پیش نبردن. و همچنان ابعاد خارجی دیگه، پاکستان، ایران، امریکا، انگلستان، ناتو، کلی از دیگه ما بیان کردم و فکر نمی کنم که در اینجا از کدام جناح یا کدام تنظیم یا کدام کس افراد طرفداری کرده باشم. یادت ما نیست. تشکر دکتر صاحب. شما خوب گفتین امی آقای عطل یک قدر اگر در مسائل وارد هستن بیاین یک روز به چی شما استودیوی شما و نظریات و اینای خود بگوین، شاید بسیار بده از نظریات ما که در افغانستان زیادتر بخوره. اما این سهی نیست که از پشت سر باز شروع کنن مطالب را بگوین که واقعیت نداره. بله، اجازه بدین دکتر صاحب، ما همو که میگم دکتر صاحب با دکتر صاحبا آدم امراض خود و تشویش های خود و جامعه را شریک می سازد. شما در آلمان تشریف میارین گاگایی برای یک ماه دو ماه، شاید برنامه های برون مرزی را هم ببینین و مدت های طولانی داخل افغانستان بودین. در اینجا به طور یک ذهنیت هم هست که خود علقی ارگ متعم به یک علقی فاشیستی میکنن و حتی خود امی علقه ارگ متهم به عملات تروریستی در داخل افغانستان می سازن. آیا از نظر شما منعیسی یک سیاستمدار سابقه دار ایره شما یک تئوری توطئه می دانین، واقعیت می دانین؟ از شما بزرگوار بشنویم. خب تئوری توطئه در افغانستان بسیار معمول شده. بله. این نه تنها در مسئله امنیت و ارگ و خارج از ارگ در نهادهای امنیتی و غیره و غیره بسیار از این صحبت میشه، بلکه در پارلمان، در قضا، در تمام نهادهای دولتی افغانستان حتی فکر میشه یک تعداد که بر اساس این تئوری توطئه کار را صورت میگیره و یک مقابل دیگه توطئه میکنه. من عادت ندارم اساسا، میشه بیشتر دوست ما گفت که شما یک دکتر هستین، باید دست مطابق و نیت یک دکتر چی کنین استدلال بکنین. من عادت ندارم که تا وقتی که یک موضوع برای من به اساس اسناد و شواهد ثابتی نشده باشه که در متهم بسازم. اما در مطالعات مجموعی خود به نتیجه رسیدیم که چیز آسیاب است و چیز گندم تر، یعنی در داخل اداره افغانستان، در مجموع اداره که میگم تنها حکومت است، تمام دستگاه اداری افغانستان و تمام نهادهایش اصلا علاقات مثل من پیشترم گفتم اصلا که اونا ارتباطات دارن با تروریست ها و با کشورهای همسایه و با کشورهای خارجی و یک تعداد دیگه هم اصلا که بسیار
صادقانه میخواهیم که موضوعات حل شود. حالا من گفته نمیتونم که او کی است او کی است، اما برداشت عمومی همین چیز است و در آدم میخواهد که بدون ها باز صحبت کنه و آفاقی صحبت بکنه، باید است که همه طور یک رویه داشته باشه، نه ای که فوراً یک اتهام وارد کنه که شما یک جانبه صحبت کردین، شما یک طرف. تشکر دکتر صاحب. یک بیننده دیگر روی خط داریم، بفرمایید بیننده عزیز، شما خود معرفی کنین، سوالتون رو مطرح کنین. سلام علیکم آقای آرین، ما خلج هستم از بفرمایید آقای خلج. سلام اخبار آقای فرهنگم تقدیم میکنم بعد از سالهای سال به اصطلاح نام استاد فاکولته اقتصاد دارم، مام شاگرد فاکولته اقتصاد به خاطر بشم برای انشالله. من یک سوال از آقای فرهنگ دارم، البته خدا کنه که سوال من برشان ناخوشایند نبیاد. در مو حمله حوالی که امریکا هنوز نکرده بود و اعلان حمله را به افغانستان کرد، ما و شما در کنفرانس در هامبورگ بودیم در اینستیتوت شرق‌شناسی، شما هم بودین، ما هم بودیم و یکی از برادرهای دوستای دیگه هم. شما از جایتان خیستن آمدین پیش میز ما استفاد شدین و به ما گفتین که آقای خلج دیگه از جهاد مجاهدتان پلا بخوره. ما این جمله را نوشته کردیم و این در تغییرم نوردیم و تا حالیم در کلیمه هست و هر وقت که نام شما یادم میاد مسئله یادم میاد من خنده میگیره. من صرف با تکرار میکنم شما گفتین که مجاهد و جهادتان دیگه پلا بخورین. خب منظور شما از این گپ چی هست؟ چی میخواین آله بگویم؟ میخوام بسیار پرسان کنم که هنوزم به این فکر هستین یا فکرتان تغییر کرده؟ خب آقای خلاج سلام احترام به شما هم میرسانم، مدت زیاده شده که با هم ندیدیم. به هر صورت گپی که شما میدونین گپ تقریبا 20 سال پیش است. او اصلا درست به یادم نیست که میکنم جلسه بود چی گفتیم با هم، اما در مجموع ما گفته میتونم که مقاومت مردم افغانستان و مبارزه مردم افغانستان در مقابل کمونیستا و بعد از مقابل طالبا و غیره و غیره تنها کار مجاهدین نبوده، بلکه ملت افغانستان در مجموع رئیس یک ملت مقاوم و مقاومتگر در او سهم داشته. ما و شما در این زمان دیدیم که متاسفانه مجاهدین هم در پروگرام‌های خود ناکام بودن و همون دستاوردهای جهاد ملت افغانستان را طوری که لازم بود نتانستن ارزیابی بکنن و برای زنا یک زندگی مرفع بیارن. فریاز ای مشکلات پیدا شده بود و همون وقت ما متوجه ازی بودیم که باید از مجاهدین که حال یک چانس پیدا کردن بودن، چرا نتانستن که یک حکومت قابل قبول برای مردم افغانستان بیارن و همچنان دیگر ها. از او خاطر است که این مسائل مورد ارزیابی قرار میگیره و در مفکوری ما کدام تغییر نامده. من هنوز هم به یه فیده استم که جهاد کسلا مفید بود و بعد از یک مدت این جهاد نتانست که وظایف اصلی خود را اجرا کنه. تشکر. یک بیننده دیگر روی خط داریم، بفرمایید شما خود معرفی کنین، سوالتان از دکتر صاحب مطرح کنین. بله سلام عرض میکنم، من عبدالرزاق رحیمی هستم، هموطنتان. بله رحیمی صاحب، شهر ویسلوخ صحبت میکنم. میخوام از این دکتر صاحب بپرسم، من ایسا یک وزیر که برگزیده شدن انتخاب شدن، چی وظیفه مشخصه بر ملت افغانستان تقدیم کردن که امروز ملت افغانستان از اون ناماری کرده یادآوری کرده و از ایشان سپاسگزاری کرده بتانه؟ مشخص در مورد پستایی که شما کار کردین، اینا خواستن که از خدمات برجسته شما بدانن که چه کارهای عمده‌ای را شما انجام دادین. ما دفعه دارم که راجع به خدمات خود صحبت کنم، اینجا کلش برجسته نشان بتون همین چیزی که از دست ما پوره بود کردیم و تمام مسائل در پستایی که ما بودیم در خاطرات خود نشته کردیم با تفصیل و اسناد و او را به اسرات مردم افغانستان قرار خود دادم. لازم برای ما زیبنده نیست که اینجا بشینم خود تعریف کنم، اما چیزی که من نوشته کردیم و مرسیار خود گذاشتم بسیار انتقادی نوشته شده، یعنی هم انتقاد خودی هم کردیم، برای خود هم انتقاد کردیم در جایی که در کارهای خود کوتا آمدیم. از او حاطر این موضوع رو نگذاریم به قضاوت عامه مردم که از او چیزا با خبر شن. تشکر دکتر صاحب. بفرمایید بیننده عزیز، شما روی خط هستین. با سلام علیکم آقای آریان. سلام به شما، بفرمایید سوالتون رو مطرح کنین. خدا بفرمایید. میشنوم سلام ما را؟ میشنوم، بله میشنوم. بسیار تشکر از این پروگرامتون، ما با واسطه از اول تا آخر پروگرامتون دیدیم منتهی جناب دکتر صاحب که شما امروز آوردن که بر مردم جواب سوال میده،
اینمی خود از زمان حامد کرزی چیز بود، وزیر اطلاعات فرهنگ بود اگر اشتباه نکنم. نه خیر، وزیر اطلاعات فرهنگ فکر میکنم دکتر صاحب نبودن، وزیر اقتصاد بودن. محمد امین فرهنگ کمی وزیر اطلاعات و کلتور بود. خب سوال شما چی از بفرمایید. آقای سید مخلوب رحیم اون آقای مخلوب رحیم شما شبا میکنین. خب سوال شما چی است؟ چی میخواین بگویید؟ من میتونم اما خبر ندارم نمیدونم کدوم پست. سوال ما بیست درست است. ما اینو میرا خود میشناسم که داخل پارلمان در زمانی که وزیر صاحب بود از ایران تلخام تیر شده بود، $2,00,000 تقریبا در بین پیسہ دروبر شده بود که تلخام از ایران در افغانستان چی شده بود. آمده بود با یک وکیل پارلمان صاحب خیز گفت ما به اولادای تو ما خود ما غصه میخورم که تلخام یا در افغانستان تنفس میکنه و به مرض سرطان و چیزا گرفتار میشه. عبد از پارلمان هم همی وزیر صاحب اخراج کردن. ولی شما به جای تاسف است که شما به رزیم بگین که بزرگوار صاحب نمیفهم چی. تشکر دکتر صاحب. اینا چیزایی گفتن اینا اصلا معلومات ندارن، از این چیز خبر ندارن. اون مسائل کلیش حل شده و همگی امروز واضح روشن است. تشکر دکتر صاحب. متاسفانه در شرایط فعلی خصوصا یک سوال میخوام مطرح کنم، باز بیننده دیگرم میگیرم روی خط. این مسائل وحدت ملی سخت صدمه دار شده در این شب روز، تظاهرات زیر نام زبان قوم و مسائل تهاجم فرهنگی و بسیار مسائل رو به راه است. حتی ویدیوی هم داریم برای از اینکه اگر خب از وقت جلوگیری کنیم این ویدیو را پخش نمی کنیم. این چه عوامل است که موضوعات زیاد بگویم دامن زده میشه و در هر طرف این سر و صداها زیاد شده از نظر شما؟ خب اون ترتیبی که در رسانه ها و مخصوصا در فیسبوک موضوع انعکاس داده میشه اینقدر بزرگ و مثلا نیست. اکثریت قاطع ملت افغانستان به این موضوع بسیار وارد نیستن. بله. و اون چیزی که بوده بیرون در تقریبا زیاده از نیم قرن قبل در روی جرگه سال 1343 همین موضوع رفع مطرح شد. بله. و در اونجا راجع به واژه افغان و افغان کی از صورت بسیار این بحث صورت گرفت که چندین روز دوام کرد و در گزارشات روی جرگه همون موضوع تفصیل است. اون پیش ما کلش موجود است، ما کلش مطالعه کردیم. در اونجا کلگی چی نخبگان پشتون بودن یا تاجک یا آزاره یا ازبک یا هر کس که بودن کلی به این نتیجه نهایی رسیدن که مردم افغانستان افغان هستن و یعنی کلمه بالای هر یک از افغان ها اطلاق میشه، به شمول استاد خلیلی و آقای سیرت طالقانی و جمشید خان شوده و فیضات آقای اسماعیل مبلغ و یک تعداد زیاد دیگه ای که نامای کلشان به مبارشات و لوی جرگه هست به می تفاهم رسیده بودن. آن نو این موضوع رو بالا کردن، اما این به مرور زمان یک رای حل پیدا میکنه و مردم افغانستان در مجموع به یک تفاهم بین افغانی میرسن. بسیار خوب. خب دکتر صاحب ما یک وقفه بسیار کوچک میگیریم، یکی دو آگاهی داریم، برمیگردیم با شما و بیننده های عزیز. شما هم یک تنفس کوچک کنین، برمیگردیم و بیننده های عزیزم. بیننده عزیز شما لطفا روی خط باشین، ما فقط حدود یک دقیقه کوتاهی دیگر برمیگردیم. و غوز کنگول در آمبور بلشتید. این فروشگاه بزرگ موبل در آمبور با سابقه درخشان 7 ساله عرضه کننده بهترین موبل از مشهورترین و بهترین تولیدات ترکیه در خدمت شما. شما می توانید در این فروشگاه بزرگ انواع موبل های مورد پسند خیش را از قبیل موبل اتاق خواب، اتاق طعام، تخت های خواب، کوچ و چوکی، فرش های مرغوب، پرده ها و رنگ های زیبا و قیمت های کاملا مناسب خریداری نمایید. جهت سهولت بیشتر شما بخش دیگر این فروشگاه در آلستن بیک کانفور با مساحت 1800 متر مربع با تمامی اجناس تذکر یافته در خدمت شماست. فروشگاه های ما اشیای مورد ضرورت شما را با قیمت مناسب منتقل نموده و خدمات ترمیماتی را انجام میدهند. همچنان پرداخت ها به شکل قرضه از طریق تارگو بانک نیز میسر است.
چوپان کباب رستورانت جدید افغانی در شهر هامبورگ، اشتایندم شمار 32، با غذاهای علال خوشمزه افغانی شامل انواع کباب ها، کرایی، چاینکی، دوپیازه، لونگ، همه روزه از ساعت 11 روز تا ساعت 11 شب مهمان دارد. چوپان کباب با سالون زیبا آماده تجهیز از محافل شما و فرمایشات خارج از رستوران شماست. این بیست امرای چوپان کباب در کنار سایر غذاهای خوشمزه، ساندویچ لذیذ را و شیریخ افغانی را ارائه می دهد. چوپان کباب، اشتایندم شماره 32، شهر هامبورگ. بینده های شما نگرنده برنامه پنجره اروپا هستین. ما روی خط تلفن جناب آقای دکتر امین فرهنگ، رئیس بنیاد خدمتگزاران کابل روی خط داریم. یک بیننده عزیز روی خط داریم، لطفا خود معرفی کنین و سوالتان از دکتر سید مطرح کنین. مری خلاصم آقای آرین. بله بفرمایید، روی خط هستین. بله سلام خدمت شما و میمانتان تقدیم میکنم. بله تشکر. من یک سوال مشخص از اون آقای فرهنگ دارم. امی که پیشتر گفتم که برای یک دوست ما که مجاهدین باید آل پلا بخوره، امی عامل تمام بدبختی امی مجاهدین نیستن؟ اگه اینا کرار زده شدن یک کم افغانستان روشن نخواد شد؟ آمدن گلبدین چی موافق میکنه برای افغانستان؟ امی سوال اگر برای من مشخص جواب بتم من بسیار خوش میشم. تشکر. شنیدین دکتر سه؟ بله. خب مسئله مجاهدین یک موضوع متنازعه‌ای است. در این مورد یک تعدادی که سمپاتی و علاقه‌مندی به مجاهدین دارند، در این اخیر هستم که روی خط باشه لطفا. استقلال و آزادی افغانستان حاصل جهاد مجاهدین بوده و دیگه کسی به اون نقش نداشتم. مثل ما بیشتر گفتم یک بخش عمدهش این شکل نیست مجاهدین بودن تا وقتی که قدرت نگرفته بودن، و بخش دیگهش مردم عادی افغانستان بودن که ماینده و مملکت خود و دین و آیین و مذهب خود را خطر می دیدن و در مقابل گفته مردم افغانستان در هریون در قیام استاد شدن. این ما کار کرده نمی تانیم. به هر صورت این صحیح نیست که آدم تمام مصیبت ها را یا نتایج منفی که تا به امروز به دست آمده کنه چه به یک سمت پرده به یکی مجاهدین بیده میکنه. کمونیست ها با نوبه خود از اول که آمدن بسیار نیازها را در افغانستان تخریب کردن، از بین بردن، 2 میلیون نفر کشته شد. بعد از این مجاهدین آمدن و خبر داریم چی حال شد. بعد طالب ها آمدن چی حال کردن. بعد از آمدن اداره جدید در افغانستان یواز دیگه ما بطر ویبود بریم، روز برو بطر خرابی میریم که عاملش پیشتر ما بیان کردم. تشکر دکتر سیب، خواهد میکنم. ما امروز به حدود 5 نرم میکنیم. خب یک بیننده عزیز شما رو لطفاً روی خط باشین، چند دقیقه انتظار بکشین ولی تلویزیونتان رو بلند نکنین. نمیکنم. بله دکتر سیب، تلاش های از طرف بنیاد صلح افغانستان هموار صورت میگیره، در این اواخر علمای افغانستان و پاکستان و اندونزیا شورای عالی صلح است. بله شورای عالی بله. صلح است، تلاش های صورت میگیره، ولی در مقابل اگر شما بی جا نباشه یک ویدیوی را 2-3 دقیقه نشر میکنیم بیننده های عزیزان ببینن که ولی صلح را که طرف مقابل آرزو میکنه کاملا با این صلح که در جلسات افغانی یا بین المللی مطرح میشه فرق میکنه. قبل از اینکه شما نظر خود را ارائه کنین، یکی 2 دقیقه به طور نمونه یک ویدیوی در سیستم قرار گرفته ای را با بیننده عزیز میبینیم و بعد جواب از شما میخواهیم داشته باشم. بفرمایید آقای شریفی. شیخ الحدیث ده مفتی ارزش پکی محفوظ نی ده دغه صلح طرفداران منگر نیو که خبر غلطه کوم علما دې ما توی چې مفکوره دې غلطه ده.
منګه د صلح مطالبین یو خو منګه د صلح پرانا د قران کې غواړو منګه د صلح مطالبین یو خو منګه فساد نه غواړو منګه صلح غواړو خو منګه نظام د قران غواړو منګه صلح غواړو نظام د محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام مبارک غواړو منګه صلح غواړو خو معیار د خلافت راشده غواړو منګه صلح غواړو پیروان د ابو بکر صدیق عمر فاروق غواړو منګه صلح غواړو خدا سه نظام غواړو چې هغه نظام توشح شوی وي په پاکو قوانینو د مذهب د سیدنا امامنا الافخم والاعظم ابو حنیفه النعمان عليه صحائف الرحمه والرضوان زمنګ مذهبي امور زمنګ ديني امور اسلامي امور د افغانانو عزت به پاغي صلح کی محفوظي منګه صلح غواړو او کدا سنی نو یو طرف ته دا موجوده نظام دا ابر قدرت نظام مثلا دا تعبیر به وکړو دا د افغانستان په یو 50 یا 40 فیصد خاوره مسلط ده. دکتر صاحب شما از آرات دیدین که بسیار تند است، آیا بالاخره شورای صلح افغانستان با موافقت دست خواهد آورد؟ دیدین که اظهارات از آخوند چقدر تند و تیز است و این تلاش ها به یک نتیجه خواهد رسید؟ من که این شورای عالی صلح یک نهاد اضافی است. از آغاز تا به امروز تعداد مردم که جمع شدن به اینجا و رفتن فرختن جلسات دارن، اما کدام پیشنهاد سازنده از طرف از امروز صورت نمیرسه که یک پلان یک طرح صلح باشه، بلکه بیشتر همین توصیه به این که بیاییم به میز مذاکره بشینیم، صحبت کنیم، افغان هستیم، مسلمان هستیم دیگه و دیگه، و در اونجا تعداد مردم با نفوذ و دارای ارتباطات به هر طرف جماعی شدن و معاشات بسیار و امتیازات دول دارن، اونه اون سخت پیش میره. من فکر نمی کنم که شورای عالی صلح هر چقدر دیر که دوام کنه میکنم نتیجه مثبت برای افغانستان منتهی شود. تشکر. بینید عزیز بفرمایید، شما اینال سوالتان رو مطرح کنین. بفرمایید شما. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم سر. بفرمایید سوالتان رو مطرح کنین. بله. اول تر از همه برای آقای فرهنگ سلام تقدیم میکنم و سر یک تفسیر برم بود یک سوال تفسیری ما دیش که امی حکومتداری یک پدیده بسیار ساده و آسان نیست. بعضی دوستان آوازتان بسیار خراب میه، به تلفن نزدیک صحبت کنین. اول باید آقای فرهنگ بشناسم که آقای فرهنگ چی است. آیا راستی شخصی هست که رشوت میگیرد؟ در شرایط سخت سیزا به گروه صدایشون در قسمت اعمار اقتصاد افغانستان قابل ریس آدم باید دیر تقدیر باید بکنه. از جانب دیگه این داره گستان پرکسیل که بود بوده دیگه مصابت مرجیده یک شخصیت فکر تشکر. اولی ما به این قسمت است که آقای فرهنگ فعلا فعال است در افغانستان، خصوصا موضوع بنیاد فرهنگی خدمت گزاران کابل هستن بله کابل هست. افغانستان چه کسی تشکر. چون خط تلفن شما بسیار خراب است، فقط سوالشانی بود که شما مختصر اگر توضیح بفرمایید که آینده افغانستان رو چگونه میبینین؟ خب من نامیدواری خود ایجا دست دستم بیتم میگه که هر چقدر که بلند باشه آخر سر خود را داره. این مشکلات هست، این مشکلات روز بروز بیشتر گفتم افزایش پیدا میکنه، اما یقین کامل دارم که روز قوتهای جدیدی در افغانستان عروج میکنن و افغانستان رو یک سمت درست هدایت خواهند کرد. این بسیاری ممالکی حالت تیر کردن، اما مهمترین چیز نیست که اگر مداخلات خارجی در افغانستان پایان پیدا کنه، من یقین دارم که افغانهای توانایی و استعداد دارن که با هم یک راه حل برای کشور خود و برآینده خود پیدا کنن. تشکر دکتر صاحب. یک سوالم به عنوان سوال آخر از شما مطرح میکنم که بدیدی که در این شب روز زیاد در کابل دیده میشه و تظاهرات در پلیس های تظاهرات راه اندازی میشه، چیزی از به نام تهاجم فرهنگی
کشورهای همسایه و خصوص کشور ایران. شما که در داخل افغانستان تشریف دارین، استاد معظم هستین، این تهاجم کجا تهاجم میدانین، کجا نمیدانین، تا چی اندازه این وجود عینی داره یا خیر؟ خب به یه چک نیست که افغانستان چون از سه چهل سال به ایسو طوری که لازم هست یک دولتی نداشته که محافظه کنه افغانستان را از تهاجمات مختلفه، چی سیاسی، چی اقتصادی، چی فرهنگی و غیره. از اون خاطر است که این مسائل در افغانستان وجود میارن. ما شما خبر داریم که امیال ایرانی ها بسیار زیاد کوشش میکنن که اگر بتانن در افغانستان جای پای بر خود پیدا کنن و فعالیت ایشان بسیار شدید است. به این ترتیب کشورهای آسیای میانه که آزاد شدن، اونا هم اینجا علایش دارن. به اروپایی ها و اینا راجع به علایش اقتصادی خود با امریکا و اینا هم اینجا پای خود محکم کردن. به شمول پاکستان که بیشتر تشریحات مفصل داریم. در ایتر یک کشمکش بسیار کلان هجوم تنها فرهنگی نیه، بلکه هجوم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی. این دیگه بسته به توانایی ملت افغانستان است که مطور که در طول تاریخ از چنین قضایا و چنین مسائل مماثل خود انجاد داده، باز هم استعداد رو پیدا کنه که از این نبرد کلام سرفراز بیرون شه. تشکر دکتر صیب. ما وقت بیشتر نداریم. دقایق قبل خواستیم نظر یکی از ژورنالیست های سرشناس کشور در بیرون مرزی جناب آقای اسماعیل فروغی را هم در زمینه تهاجم فرهنگی داشته باشیم. از شما دکتر صیب با شما خداحافظی میکنیم. از شما جهان سپاس با وجودی که کمی مشکلات صحی هم داشتین، ولی بسیار با محبت حاضر شدین و سوالات ما و بیننده های عزیز پاسخ گفتین. از شما جهان سپاس میکنم. از شما تشکر میکنم و یک بار دیگه احترامات خود به تمام امتنا تجدید میکنم. تشکر. لطف کردیم. آقای شریفی فرماین اظهارات آقای فروغی را نشر کنیم که دقایق قبل. ما همیشه تلاش داریم که به نوع زنها نظریات افغان ها را در بیرون مرزی داشته باشیم. نظر شما در استودیو، جای هم خارج استودیو با امکاناتی که داریم. دقایق قبل ما نظریات آقای فروغی را با خود داشتیم که یک جا با هم میبینیم. خب آقای فروغی، نظر شما لطفا در مورد به اصطلاح تهاجم فرهنگی ایران و سایر کشورهای همسایه در شرایط موجود در فرهنگ ما چی هست؟ آیا واقعا این تهاجمات وجود داره یا خیر؟ کجایش ما تهاجم گفته میتونیم، کجایش گفته نمیتونیم؟ بسیار تشکر آقای علیان. با سلام خدمت شما آقای شریفی و همه بینندگان شما. به باور ما در این شک نیست که مداخله جمهوری اسلامی ایران یکی از عوامل مهم ایجاد و ادامه بی‌ثباتی در کشور ماست، که تهاجم فرهنگی جمهوری اسلامی هم میتونه جز همین سیاست بی‌ثبات سازی باشه. بله. اما به نظر من این جنگ 40 ساله و فقر اقتصادی فرهنگی خود ماست که زمینه ساز گویا تهاجمای فرهنگی نه تنها از طرف ایران بلکه از طرف ترکیه، پاکستان، هندوستان، کشورهای عربی، امریکا و تمام کشورهای غربی بوده. بله. اگر یک نظر بسیار کوتاه به این وضعیت ناگوار پدیده های بسیار گنده گنده و کلان فرهنگی مثل تئاتر، سینما، موسیقی، شعر، داستان، ادبیات ما، کاربرد زبان به صورت مجموع، برپایی مراسم و سنت های فرهنگی و تا لباس پوشیدن ما یک نگاه کوتاه بندازیم، تمام اعضای فرهنگی ما در قدم اول زیر سایه سیاه همین جنگ 40 ساله و فقر اقتصادی و فرهنگی که ما و شما با اون مساو هستیم و دچار هستیم، زیر سایه سیاست خسارت های بسیار جبران نپذیر دیدن که هجوم فرهنگی کشور ایران تنها ما نمیتونیم دلیل بیاریم. تردیدی وجود نداره که به نظر ما بسیاری دانشمندا، معرخا و سیاستمدارای تفوق طلب ایرانی برای منحصر دانستن افتخارات تاریخی فرهنگی فارسی زبانهای دنیا به ایران اشتیای سیری ناپذیر دارن و به این هم شک ندارم که سیاست مدارای جمهوری اسلامی ایران با استفاده از اموال مذهبیشان در افغانستان و حمایت از برخی تنظیم های جهادی دوران جهاد جنگ سرد به نظر من
بسیار کوشش میکنن همیشته علاقت کنن و برای خود ماهی بگیرن، اما بسیار دشوار است از نقش بزرگ و پر افتخار دانشمندا، فرهنگی ها و مترجمای ایرانی در رشد و تکامل زبان فارسی، آشنایی ما با جهان و با علوم و فرهنگ‌های مختلف جهان چشم بپوشیم. اساساً اگر فکر شما باشه کوشش‌های دانشمندان ایرانی مناسب‌ترین و آسان‌ترین راه ورود ما به فرهنگ دنیا بوده. شاید بسیار ناسفاسی و اشتباه باشه از نظر ما، البته که به دلایل سیاسی ما تمام خدمات بزرگ علمی فرهنگی دانشمندان فارسی زبان ایران که در راه رشد زبان فرهنگ و پخش و اشاعه خرد و دانش بر تمام فرهنگیان ما انجام دادن، او را تهاجم فرهنگی نامگذاریم. پس نظر شما می است که یک تفکیک باید صورت بگیرد. بله بله، من نمیخوام اینو بگویم، ملاحظه کنیم که در کجا تهاجم فرهنگی است، در کجا تلفیق فرهنگی است، اما انگی فرهنگی است. کاملا شما دقیق میگین. من میخوام با صراحت ما همین نظر بگویم که تلاشای خصمانه و سودجویانه سیاسی دولت مدارای جمهوری اسلامی ایران که میتونه یکی از عوامل بی‌ثباتی در کشور ما باشه، باید با کوشش‌های دوامدار فرهنگی ها و دانشمندان ایرانی که نقش بزرگ در رشد و تکامل زبان فارسی، در پخش و اشاعه دانش و فرهنگ و ورود ما به دنیای دانش دارن، ما این باید از هم تفکیک بکنیم همیشه. تشکر و سلامت باشین آقای فروغی. برای برنامه امشب کفایت میکنه. شب خوش باشین. لبیک اللهم لبیک، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. كاروان رحمت، كاروان حاجیان افغان، مجده به آزمان بیت الله شریف از کشورهای هلند، بلژیک، دنمارک، سویدن، اتریش، انگلستان، پولند و ایتالیا. شما می توانید امسال با کاروان خودتان عازم بیت الله شریف شوید. هتل های 5 ستاره ای پولمن زمزم در کنار حرمین شریفین میزبان شماست. کاروان رحمت، مشتاقان بیت الله شریف هر چی زودتر به شماره های کاروان تماس حاصل نمایند. تلفن هامبورگ 040-419-24-358، موبایل 0162-654-1793 و یا 0162-88-30-615. آدرس هامبورگ شتایندم 87. بله بیننده عزیز، شما دقایق قبل اظهارات آقای اسماعیل فروغی در مورد مسائل تهاجم فرهنگی کشورهای همسایه در افغانستان نوحه و تعریف شنیدین. از بیننده های عزیز خود که از طریق فیسبوک لطف کردن، دکتر صدیقی، آقای عمر صدیق، خانم آریان، آقای سروش ستاری خراسانی و سایر دوستان عزیزم، آقای عصمت رسا که همیشه بیننده بسیار خوب هستند و سایر دوستان عزیز که از طریق فیسبوک با ما بودن، ازشان جهان سپاس میکنیم. دوستای عزیز، ای بود داشته های برنامه کنونی ما. تا برنامه آینده شما را با خداوند یکتا می‌سپارم.